یه کلکتوری میخواست اینو بفروشه خیلی سال پیش و به من زنگ زدن که من خیلی وقت بود دنبال مؤسس میگشتم بعد به من زنگ زدن یه شب که بیا یه کار از مؤسس داریم که من رفتم اینو دیدم و همونجا عاشق این کار شدم و خریدمش و دنبال 4 لحظه دیگرش هم هستم هی دونه دونه چون که اینا 5 لحظه ده هست اما میدونم که 2 نفر دارن 2 لحظه دیگرش اما 2 لحظه دیگرش نمیدونم کجاست لابلاهی کوچیکارم پیدا میکردم و بعد اینو latest purchase همین بوده this was my latest purchase هر چی که مؤسس میبینم I'm obsessed بهمن مؤسس در یک کوچه تنگی زندگی می کند میان خیابان لاله‌زار و خیابان سعدی. در یک شب زمستانی ما از او فیلم برداری کردیم. بین ساعت 9 شب و 3 صبح. در مدت این 6 ساعتی که با او بودیم نقاشی کرد، رفت به یک کافه، دوباره به خانه بازگشت تا از نو نقاشی کند. ما به جستجوی خلق و خوی او دنبالش کردیم و نخستین چیزی که در ما تأثیر کرد آن بود که او هنرش را در یک چشم‌انداز تاریخی می‌بیند. اما بهتر است بگذاریم خودش توضیح بدهد چرا یک شخصیت تاریخی است. مسلم است من یک پرسوناژ تاریخی هستم. هیچ این اسمش هم گندگوزی نیست. ترجمه کنید. من برای این آب و خاک من یک پرسوناژ تاریخی هستم. روی این از عجیب مواظب خودم هستم. یک روز این بی دست پایی این ملت آگاه خواهد کرد که لااقل اگه بزرگتر نشد از این چاپلوسی به در بیاد و پستر بشه. و من این کارو امروز 40 سال از این سخن مؤسس می گذرد. تاریخی که بهمن مؤسس خود را عنصری از آن می یافت او را در خود بلعید و کسی دیگر او را نیافت. میگویند در آن روزگار بهمن مؤسس شنلی به دوش میانداخت و با عصایی در دست با 3-4 جوجه خروس و زبانی گزنده وارد جمع میشده. میگویند آخرین باری که در تهران دیده شده مجموعه آثار خود را ویران کرده و رفته. این تصویری است که از او در اصفهان باقی مانده است. 25 بهمن مؤسس مایناتورو اند 16 نه طرفداران قدیم و نه مجموعه داران. کسی نمی‌داند او کجاست و هیچ رد پای ملموسی از او نیست غیر از چندین اثر بدون دست و پا که در تاریخ هنری بی دست و پاتر
دست و پایی می زند. نگاه برنده ماهی هایش خبر از حضور آفریننده بیرحمی می داد که به دنیا با ترحم می نگرد. آفریننده‌ای که پنهان بودنش انگیزه ای شد در یافتنش. No more. 22,000 and I sell. Fair warning for 22,000. شنیدم بعضی میگویند پس از سالها از روم بازگشته به در رشت، سرزمین مادریش در جنوب دریای خزر زندگی میکنند. اما بعضی دیگر میگویند ترک همیشه ی وطن کرده و در ایتالیا ماندگار شده است. او را اینجا یافتم، در هتل ساکونی، جایی که سالهاست در آن زندگی میکنند. اینجا میان یک چهار دیواری که نفسی از دنیای روم به آن راه نمییابد. اینکه او را چگونه یافتم بهتان نخواهم گفت، اما اینکه چطور در این اتاق رخنه کردم خواهید فهمید. Noi fummo i gattopardi, i leoni. Chi ci sostituirà saranno gli sciacalli, le iene e tutti quanti. این تصویر که یک بازی نوروسایی است در 28 ژوئیه 2010 گرفته شد. 27 دقیقه پس از این تصویر بهمن محسس برای همیشه از دسترس دور شد. Scusi, come ha detto, non ho sentito. من اصلا نمیفهمم این فیلمی که من دارید برمیدارد از من چی چه. اگه یه فیلم از سوژه هست من باید بدارم چه نکره دارم بازی بکنم. اما من همیشه گفتم مهم نیست چی میکشه بلکه چطور میکشه. اما استرکتور کار شما رو نمیدونم چجوری شروع میشه، چی میخواد بگه، کجا ختم میشه. حسنه براتون توضیح میدم. ببینید انشاءالله گراند ایلوزیون نبودم برشون. بودم. در فیلم برمیداری؟ با یک شعر مرین و مرینی شروع میشه. میخوان شما پونزی ترجمه بنویسید. میگه ساختند خراب کردند و آواز غمگین در دنیا باقی ماند. خوب ببین خانم، این منم و برای اینکه خیال شما راحت بشه زندگی خودم رو خودم برای شما میگم
تا هر احمقی به دلخواه خودش برای من نسب نامه درست نکنه. گوش کنید، این رو بابات هم دریا پیدا میکنم بعد تو شروع میکنه خونده رو. خیلی بازمانده سلسله مغول از طرف پدر و سلسله قاجار از طرف مادر در اول مارس 1931 در جنوب دریای خزر در شهر رشت به دنیا آمد. به تهران آمدم و در آکادمی هنرهای زیبای آن شهر اسم نوشتم. ملی شدن معادن نفت ایران توسط دکتر محمد مصدق در جریان بود. خیابان ما را میمکید. در این زمان بود که با شاعر انقلابی نیما یوشیج آشنا شدم. دوستی ما تا آخرین روز زندگیش ادامه داشت و هنوز هم به عنوان بهترین یاد زندگی من ادامه داره. با کودتای آمریکایی و سقوط دولت دکتر مصدق همه چیز تمام شده بود. سال بعد به اروپا آمدم. 14 اوت 1954 بود. من در این رحم بزرگ و لذج که روم نام دارد شروع به کار زندگی کردم. شهری که منازل محلات پایینش در جماعی ابدی در هم پیچیده اند و دیوار پس کوچه هایش پر از لکه های اسپرم قرون است. آقا این باید لیلا باشه. خدا بکنه لیلا باشد که من دیگه خیالم راحت باشد. الو عزیز من سلام، چطوری تو؟ دولچه ویتا؟ بله؟ بله بله، این خانم امروز ساعت 3 آمد اینجا، گفت که چند روز میموند تو فیلم رو تکمیل بکند و بله جلوی نفتم که نتونستم بگیرم. وحشتناک است. من دوتا مجسمه مرنوار رو من به نقاشی کردم محکومم. گیرم که عادت باشه بعد این میاد چیز میشه، بعد میاد جزء فیزیک میشه. توجه میکنه الان برای من نقاشی کردن یک احتیاجی درست مثل شاشید برای راحت شدن. توجه میکنه درست مثل یه دوملی که میترکه. Sono giunte sul delta del Mississippi un disastro ambientale di proporzioni gigantesche e il presidente degli Stati Uniti Obama mobilita il Pentagono. Il servizio di Sabrina Turco. Una vera e propria catastrofe ambientale alla sprema di vita provocata dalla Exxon. Ma basta 2000 shot. Aveva Europa e tamam Europa regarde. Che ببینم این 2000 چه جوری میخواد شروع بشه. خب واقعا دستور برگشتم برای که هیچی تغییر نکرده بود جز اون ریکی مارتان آواز خوند. چی کار بکنم 2000 بار ریکی مارتان؟ نه دوره من تمام شده. اون چیزی که میخواد بیاد نمیدونم بوی خوبی نمیاد. مونديالي دي كالشو فيفا سود افريكا 2010 ولی افتتاح اینه ما هم تماشا کنم برای که میگن اپارتاید نیست. تمام ثروت کشور به دست 9% سفید پوست. آها این رو شما میدونید یمپلش رو میشناسید که؟ نه خیلی نشتا نه. اون پسر دانشجوی چک که خودش آتش زد برای اعتراض به وجود نیروی روسی وحشتناک امروزی زن و یمپلش رو میشوست. اسم تابلو کی به فکر یمپلش هست؟ اینه برای خلافشو ساختم، اونه برای جنگ خلیج ساختم،
meno dopo, un credo da meno per essere ne Wilson. Come? Perché non نمیشه از یا یکی بده بعد یکی از اونجا برداره 18 تا داشتم حالا نمیدونم چند تا کشیدم ولی دیگه تا فردا ندارم تا فردا باید طول بکشه بزنم خیلی سفارش خب این را حتما بذار پلان هر چیز بذار سب کن اسم دقیقش هم به تو بگم شو مربوط به اشغال عراق هست و این اسم به فارسی ترجمه نمیتون باید با همین لا بی وقتی این نشون میدی گوینده باید بگه اسمش هست ان اسپکتاکل نومه اونت ان اسپکتاکل نومه اونت اون همون که برای راستی الله هستن اینا رو حتما بگم اون کدوم سومالی اسمش از ریکویم اومنیبوس یعنی عذاب عمومی وقتی مارتین لوتر کینگ رو کشتن من دیدم این مونستروزیته رو چه این آدم های وحشتناک چه مرنوار چه اینها سالهای سال من دیدم ولی من هم جزء یحیاهایی هستم که در بیابان فریاد کشید و هیچ تأثیری ندارد و نخواهد داشت و سلام نامه تمام من برشته ها؟ ما اونا رو که چپ کردی لحظه به تو نمیدم برای که بعد برای فردا صبح هم قبل نده برای رکویم موزارت رو میدونم در آخر خواهم گذاشت چی داره فکر میکنی؟ هیچ او حالش داری اون بقیارم تا بکنی یا بزن به روز دیگه من معلومم موزه ارتباطه تهران به من سفارش داده بود فرستاده مخصوص اسمشه سمبول تمام پیغمبرهای عجیب و غریب که برای نجات بشریت آمدند یادم منظور توی فندری بود چه کنسو او رسی که بیوه چی کیری حالا بله که داره زندگی میکنه من نمیدونم موزه چی کار کرده حتما داغونش کردنش شما به سرنوشتی کاراتون هر کدوم دونه دونه فکر میکنی؟ خب الان من خبر ندارم که چه بلا بزار جامعه الان اونایی که سر جاشون هستن میدوزدن اونایی که سر جاشون نیستن من فکر نمی کنم برای که خدا هم زمان نمی کنم که به فکر پادشاه و آیت الله باشد خلقشون کرده بل کرده توی دنیا ولی سرنوشت کلی کاراتون انگار به سمت یک نابودی رفته نه؟ بله بله کاملا شدی منطقه یک مسئله هست اگه داغان شد اگه لطپار شد اگه دزدیده شد اگه این دیگه پیروزی حماقت این دوره است من تقصیر ندارم
یه مجسمه بند باز که برای موزه ساختن میتونه بگه کجا هست؟ بعد اون کار مال کسی نبود، اون کار مال یه مملکت هست. من توی این کار حجم رو توی فضا نگه داشتم، در فاصله 3 متر از زمین یک هیکل 2 متری روی یک نقطه است. به اینا اگه شعور داشتن میتونستن کلی هم پوز بدن، ولی چون شعور ندارن و نمیدونم چی شد. پول من هم خوردن، یعنی پول اینو من نگرفتم که بعد گوزید و علف و دیگه اینا که اینجا هست. با اینا انقدر احمق بودن. وقتی فرمان نصب شد بهادری رئیس دفتر ملکه بود، من صدا کرد که آقا یک کاری بکن، ما نمیتونیم این نصب چون لخت بود. من خوشم خیلی خوب، من تنها کاری میتونم بکنم این است که یه سینی بسازم اونجا رو ببرم بزنم سینی بزنم جلوی پاش. حرفی نزد، با منم خوب نبود، نمیدونم غلط چی. بعد چیزه مدت ها این نصف کردن، بعد بهش تومون پوشندن. من هر چی گفتم بابا جان مردم با شورتر از این هستن که اسکندلزه بشن. باد و باران آمد تومون شکن، هیچ کس دادش در نیامد. پسر دخترها هم که همدیگر دوست داشتن زیر این مجسم رنده بو میذاشتن. خب من دیگه چی میخوام؟ عمرش هم کرده تمام شده کشتنش. من وقتی شنیدم که مجسمه مؤسس رو هم دست و پاشو بریدن خیلی متاثر شدم. به خواسته یکی از روزنامه‌های تهران یک یادداشتی نوشتم که آقا این چیه این پدیده جدید که همینطور مجسمه ها رو دارن میشکنن و خورد میکنن و دور میزنن؟ آخه این معنا نداره. حتی اگر علاقه ندارید، نمیخواید، به مناسباتی اون رو صلاح نمیدونید که در معبر عمومی نصب شده باشه، خب اینو خوردش نکنید. اینو زمانی که داشتن جا به جا میکردن این مجسمه روی پای دو تیه پای سبک بود، اون که به زمین میخواستن بیارن به زمین خورده بود. و این اصلا شما نگاه میکنید جای برش تیغره و جوش نیست، یعنی به نظر میاد که یه جوری این مثل یه فلزی بوده که در شرف کج شدن بوده، با یه حرکت اینو جداش کردن. این رو منقطع نکردن. شما میتونید توی موزه هم این کار رو اندازه کنید. غیر از این که فقط اون بخشای اوریانیش رو اگر ما بتونیم با یک کیفیتی بتونیم ترکیب کنیم، ما خدا نکرده اصلا معنای این کار ما معنای سانسور نیست، معنای احترام به شونات اجتماعی است. اینجانا هر جز اتر چهره نازنین و دوست داشتنی بهمن مؤسسه ببینم و دستشون ببوسم و طلب کنم و درخواست کنم که بیان این کارشون رو احیا بکنم که کنار موزه معاصر به عنوان یک نشان خوب و ارزشمند فرهنگ تصویری ما احیا بشه. سبز شکل به هر حال هر اثر هنری و یکی یه رفع حرفای زد که در شأن من نیست که به جواب بدم. بنابراین همینجوری که جایگاه این اثر عوض میشه، نوع دیالوگی که با مردم برقرار میکنه متفاوت میشه و طبیعتا توقع چشتده مثل یادش آقای تناولی هم تأثیر نبود. خدا بشه.
آریا مهر داشتن با آیت الله عوضش کردن. معلوم است که از الف با فقط حرف آره میشتاختن. مسئله یه خورده مهمتر است دکتر جان. توی ایران از من فرد و تاریخ وجود ندارد، نداشت و نخواهد داشت. فرد وجود ندارد، فرد پرستی وجود دارد. تفشلیسی، خوب، زهرما، ترس وحشتناک. من هیچ وقت مردم اینقدر ترسوم مثل اونجا نهیده بود. حسن یه لحظه برم دستشوی هرم میکنم نهار بشوشی ها؟ خانو قتل عام میلای هست خیلی مشتری بهش همه جا گردید. نه دیگه پارش کردم دیگه. بله بله کجا بین سه متر تابلو رو من دوتا مرنار کشیدم داغونش کردم. قدرت، قدرت دولتی. اینم مرحوم شد. رفته بودم تهران بمانم مجسمه و تابلوها رو بردم ولی دیدم اصلا چیه من مسئله حکومت آخوندا نبود، رفتار مردم برای من غیر قابل تحمل. این هم بذار که خیلی شکوه منده. خوشت نبه؟ خیلی زیبا. من داغونش کردم. به شوهرم گفتم با کارت پاره کرده زندگی همین امورتالی تبو نمیتون کفت و زهر ما شیزا هستن. شما فکر اینقدر بردن زداتون دوست دارین، خیلی رابطه خوبی داریم باشون، پس چرا نمیخواین کاراتونو براشون به ارث بگذارین؟ چرا اینقدر مشکل داریم با برای گذاشتن ارث به برادرزادهاتون بسپرین؟ آه نه نه فرق میکنه. این من به اینا نفری دوتا مجسمه یادگار دادم، بعد دوتا تابلوی زمان بچگی خودم از مناظر رشت. نگاه کنید این کارا زندگی من هست. من پسر خودم رو یعنی خب هموسکسوال هستم دیگه به ارث به هیچ کس نمیدم. تمام شد. من اون چی که مانده بود داغون کردم خودم، برای که برای مرده خور من از این کار نون خوردم، رضایت روحی و رضایت زندگی داشتم. الانم که میبینید محتاج نیستم، نتیجه کارم هست و چیزهایی که دارم چیزهای کوچیکی که میان میخرم. ولی اینکه کار بگذارم نمیدونم برادرزاده من بعدم بفروشد چیزها اصلا هیچ وقت. اینه داغون کردم، اینم مرموش ها همه شما رو نیستم ها چیگرم من یه بارش کردم. بله مرموش بارش کردم بودم بارش کردم اینم مرموش اینم مرموش.
مال خودم بود، خیلی دوستش داشتم. تخریب، انهدام، مرگ. گویی آن که شاهدی بود بر نمایش ویرانی جهان، خود به آن آفرینندهی بدل شد که مخلوقاتش را به نابودی می کشد. بیشک و انسان معاصر را چنان محکوم به نابودی می انگارد که نمی خواهد حتی اثری را برای او به میراث گذارد. خب بله حتما تمام این چیزا هست، ولی می دونم توی زندگی انالیز کردن حرکات و چیزا خیلی احمقانه است. آدم می باشه راحت زندگی بکن. من ایش وقت اینجوری مطب خشخاش نگذاشتم، حوصله ندارم. چقدر ماهی هست توی کارتون؟ خودتون این ماهی ها نه؟ البته من میخوام راجع به کارا بعدا مفصل، ولی فقط الان یه ذره کنجکاوی. نه نه هر هم کنجکاوی اوسر نه. من بله یک خانواده یا نه فراهانی های بس دیگه نمیده چه دهاتی باشیم؟ نه دیگه نه نه این اونیست که غرض کردم برای که یک فراهانی روی مجله چاپ کردم، الان عکسش نشون میدم، بی نهایت زیبا هست و از اون زیبایی های مادر قهبه اصلا های فامیل تو هست گلچیسته فرامانی. آها واو چه مادر قهبه ای هست این، خیلی مادر قهبه ناز هست. این خانم شهید مصنوعی از آن قیافه خواسته غمگین باشه غمگین نیست، خواسته بیگناه باشه اصلا بیگناه نیست. چی گفته مگه؟ من نخوندم ولی نقل کرده است که دروغی دخترهای ایرانی جانماز آب میکشن و اینا و خودش است. یک ذره حقیقتی نبود. اصولی مرش برکت توی کلیسا میگن که خدا آدم رو به شکل خودش آفرید. توی کارهای من یک چیز مطرحه، محکومیت وجود. آدم که یک موجود پولیدیمانسیونل بود امروزه نیست شده. به من این نیست شدگی رو ترجمه کنید با این بی دست پا بودنش، با بی دهن بودنش، بی چشم بودنش، با اینها نشون میدن. ندارن نه، من میبینم و میدونم و حتما که هیچ چیز ندارن، هیچ زندگی ندارن. به من این نشون میده، این آدمی که هیچ است. توجه کردید؟ ولی در این حال من کمپاسیون دارم برای که بالاخره آدم. سلام آقای مهندس. خفه هم جانم کش خوب نیستم. من به تو توصیه می کنم شما این دریا، این شهر، این تمام این چیزها رو می تونید بتونم من فیلم بردارید. موقع مونتاژ وقتی داره صحبت می شد یک دفعه این شهر نشون می دید.
من در اختیار شما هست. فقط چیزایی که مربوط به زندگی من نیست دیگه، مثل دریا، کفه، نمیتونیم زنده کنیم. و شما برای مونوتونی من میخواید برید، هیچ دکمانی نیست، چون من الان این زندگی رو ندارم. ترجمه خانه الان دیگه من از اینجا بیرون نمیرم، یعنی تمام دویای من اینجا هست. انبوهی از جملات با پیچیدگی و تناقضاتشان در فضای این اتاق معلقند. گویی صاحب این جملات سالهای سال است که در تنهایی خود بر هر آنچه قرار داد توافق با این دنیاست ناسازگار شمشیر می کشد. شمشیری برنده بر قراردادهای آهنی. خب بله بله، من اندیویدوالیستم. من یه زندانی حقوق بشر است. یه کرم حق دارد روی زمین را بره، من حق ندارم. پس برابرین به من بگن دموکراسی یا دیکتاتوری، برای من فرق نمی کند. دموکراسی هم به اندازه دیکتاتوری گندیده است. میده آدم اعتقادش را دست میده. اون شما را امریکا ایرانی هستی را نمیده. حق نداریم، شما خیلی میگوید را آزادی. آزادی یک چیز فرهنگی. و هیچ آدمی با دیگری برابر نیست. زن و مرد برابر نیستن. این طرز فکر احمقانه ای که همه برابرن کسیره. هیچ نمیدونم این قانون های عجیب غریب این چیزا. اینه اون برای هموسکسوالیته. زمان هموسکسوال بود قدغن، کمپلکس، منتالیته اوتوپیک، فلسفی، خوب زرما نتیجه میشد یک لئوناردو داوینچی، یک بوتیچلی، یک کوکتو یا یک پروست. الان که همه روی اینجاش هم می نویسن که کونی هستن دیگه چیز ندارد که. ولی من با این کونی ها اصلا کاری ندارم، برای که وحشتناک‌ترین کارشون این است که قد غم بودن هموسکسوالیته رو از بین بردن. تمام قشنگی توی قد غم بودن بود. در نظربازی ما بیخبران حیرانند. عروسی چی چیه؟ کذابه چی چیه؟ اصلا وحشتناکه. شما میخونه من هیچ وقت باید پسر که این کاره نرفتم. همیشه پسر باید که بعد این پسر میبسی حتما نامزده چیزی داشته باشه که یه چیز افیمینه وحشتناک نباشد. چرا؟ برای که من پسر میخواستم. پسر من همه چیز داشتن، نامزد داشتن، بعد می آوردم معرفی میکردم. خیلی خوب بودن، خیلی رو سانسی بود خودم. این است که اینجا خوبم، دلم میخواد کار کنم. خیلی خیلی دلم میخواد. ولی از این بسیاری ازت نمیشم، چون بکران دارم. من زندگی کردم، هیچ ازیت ندارم. من که انقدر این اتاق پر از آدم است که این اتاق پر آدم است؟ بله، همیشه.
بیشترین کسی که حضور داره کیه؟ نیما هست. بیشتر از همه نیما هست. مرد بزرگی بود. خوب دیگه. از دیگه نظر بگی شما؟ بس از ها در فران خم خود هر آنچه ظرافت می‌شناسم به کار می‌گیرم، حتی در کشیدن دستمالی برای خشک کردن یک هلو. به یاد ندارم تا به حال نقطه تماس دستمال سفید را بر پوست پیر شده هلو این چنین جدی گرفته باشم. می‌دانم نگاهم می‌کنند. من دو تا چیز گذاشتم، ضرب گذاشتم. دیدی؟ مگر نه اینکه یک شنبه پیش عطای دکترش را برای همیشه به لقایش بخشید. اشتباه دکتر این بود که برای دومین بار با خواهر خود که ظاهری ناخوشایند برای مؤسس داشت به دیدنش رفته بود. پس به تمام قواعد زیبایی شناسی و زنانه‌ای که در پس ذهن دارم رجوع میکنم و پایم را بر روی پای دیگر میاندازم. اما برای این وسواس‌ها انگیزه حیاتی محرک این دیدارهای هر روزه است. یک فیلم برای من و سفارش کاری برای او. آریت کس نپذیرفتم، هرچه دلم گفت بگو گفتم. به نظرش نزامدی گذاشتی آن این توی سیگار رو هم بده، بعد بگو این فیلم چی بخواد بشه. این است که باید این مسئله حل کرد. من دارم کارگردانی نمیخوام، من دارم نظر میدم. ببینید آقای مهندس، اون اسپونتانیتی که تو کار نقاشی هستش خب فرق میکنه با کار فیلم. میدونید چی میگم؟ نگاه کن، کار شما راحت میشد دختر اگه موقعی بود که من اتولیه میداشتم به کار میکردم. شما اصلا دو روزه این فیلم میساختم، ولی من دیگه کار نمیکنم، اتولیه ندارم. توجه میکنه این است که میفهمم که برای شما یه خورده سخت میشه. سفارش میگیریم. خیلی بخشت قد شد. من آره نمی که بیرون چیزی هم فقط نشده چی میگن این قیمت ها خیلی برجوره. می‌دونی وانسز از وقتی که انقلاب شده بود این وقت تقریباً اصلا دیگه ازش کار ندیدیم، نیش دست ندیده تا این کتابه. اصلا خیلی کتابه بودن این مورده. من فکر نکردم در همه همه مانده که این مورده هیچ ایده از این که کار این در چون مورده هست ندارم. خیلی خوب بگو سبز شه صد تام بده نمیشه. خب آخه خیلی بدون سفارش کار نمی کنم. ولی انتخاب سوژه با اون اگه بیاد مثلا یه نکی و مخت ماشی رو از سوژه های عرقش بگه که میخوام چی دار؟ مؤسس که پیکاسو دوست که تو بگه میدونی یه سیمیتی های عجیب غریب مهمه یه سه که تو بگی مذارت میخوام هر مردی هم کشید اوکی قبول دارم. شاه مملکت، ملکه مملکت به من سفارش میداد و من چیز نشون نمیداد. حالا این خانم خدا میدونه که ریده داشت نمیتونم ما چی میدونم چی میدونم. آقا سفارش دادم نمیتونه بودیشون به نردی برای سفارش دادم تو بودیشون باش حتی چیزم نمیخواد کار کنه، رنگ روغن هم نمیخواد کار کنه. چرا؟ اگه بزرگ باشه رنگ روغن کار میکنن، چون که اون وقت میارزه برشون که برن یک جایی رو بگیرن. اصلا کلا آخه اونجا که تو میگی اونجا حالت اتولیه نداره. نه یه هتل. حالا چرا تو افتیم دیرسته که میشه مابا نیشانس همیشه همینطور بوده. تو
حتما همین میخوام بدونم چه تعریفی برای کار سفارش گرفتن درش چی وجود داره که آه نه در این وجود داره که من مفیدم برای کسی نه برای حوثش او کارهای من رو دیده است یک کار میخواد میدونید چیز کمونیکتی پس این بسد ولی هر چیزی آدم خودش مقیاسش رو قرار میده توجه کرد در هر چیز این قیدها برای من وجود داره من عجیبم به اینها چیز دارم بستگی دارم این است من همیشه مردم از بالا نگاه کردم همیشه هنوزم نگاه میکنم شایدم زیادتر بشه اونجوری که دارد پیش میره الو یا اینکه مال خونه‌های مصادره‌ای بوده که همه بابای دیگه بوده یه نفر دیگه است که واسه فکر نکنم بوده اگه بخوای نقاشی و کلکت کنی برای آدم مثلا یه جوری نچسبه به آرزون رنگ روغن خوب داشته باشی یا رنگ روغن گنده بگم آفه من چند چیز بشوستم یه قول بد اخلاق تنها مثلا دوبارش میکنه این کار از تو قارش بیرون خب مثلا خیلی بر ما چیزه هیجان انگیزه دوستان رفت آخرش فکر کنم که قرار چریختی این کار تموم شه یا یه هر کاری بکنه به نظرم جالبه حالا You are waiting to be connected to the extension required. Please hold the line. Hello, آقای مهندسی. بهتری؟ نه نه من تاب 38. دیگه من خیلی وقت خواب. خیلی دلم از فیلم کشتو رو میدیدم. موند سان سولی. ساعت 8:40. ولی برای من دیگه دیره. یه خبرهای خوبی هم دارم. خبر خوبت الان توی بیماری بری خیلی بهتره. یه سفارش کار گرفتین. کار بزرگ رنگ روغن. قربان تو در این حال همین الان دارم برنامه میشیرم. میدونید کی کار سفارش داده؟ نه. دو تا برادر نقاشن. آها. دبی زندگی میکنن. یه چه کار میکنم؟ همین که پول داده یک آپارتمان روبرو رو میگیرم تو میای اینجا زندگی میکنی هر چه دلت میخواد فیلم برمیداری اون چیزی که توی فیلم تو کم است موقع اجرای کار من هست E la pioggia che scende dietro le terre la felicità per abbassare la luce per fare pace la felicità felicità یکوش وقت داشته محمود بور میکرده دیگه خارجی آره لنز داشته لنز آبی و اینا خشم رو گفتم من مامون عملی میکنم خواهم به سلطان سوشم تو فرشم تهرم برد سازم آره سلام تو تهرم برد سازم دیرشه از رو نمیده تو در کتاب شاهکار ناشناخته اثر بالزاک دو نقاش نیکولا پوسان و فرانس پوربوس قصد دارند به دیدن فرانهوفر بروند. فرانهوفر نقاش سال خورده است که آخرین اثر زندگیش را که شاهکاری بیچون و چراست
با واپسین بازی های قلمو می آراید. در یک صبح خنک اواخر 1612 آنها با شوق شدید آشنایی با این هنرمند که شهرتش افسانه‌گونه است به کارگاه او می روند. سلام. من روکی نجام باشم. این خانم خیلی جوان ها واقعی هم به دنیا آمد که دیگه اتحاد جماهی رشد نداره، ولی اگه اون موقع بود ژدانوف اینه سر تا پاشو از مدال پر. این اصلا ریالیزم سوسیالیست رو این باید که پرسوناج در بیاد آروغ هم که بزنن میکنی. خب بزن راجع به این کار صحبت بکنیم و بعد بریم بالا. در مورد کارم حال سفارشه که حرف زده. بله بله به طور اسپسیفیکتر نه. آره نه. به طور عمومی. سفارش ما الان کردیت کارت رو بردیم که بریم حرف بزنیم. یه حساب بانکی بهمون بدیم و ترانسفر کنیم مثلا. چون قرار بود برای شروع کار مثلا گفتیم 10,000 یورو اینا. من نه گفتم که اون موقع برای شروع نه. من 70 تا پیش میگیرم. 70 تا پیش میگیرم. 30 تا وقتی کار به شما تحویل دادم. باید برای دیگران هم همیشه اینجوری. پس شما حساب دارین، حساب بانکین از روی اینترنت میفرستیم براتون. اسمش رو نمیدونم. یعنی تا پس فردا میگیرین پولا. آه پس فردا بگیریم. آره. آه اوکی. ما هم به شما هست دیگه بیم. بریم بالا میشم سیگار بسیم. بعد من جیش کردم در مفرد. آه ایچه دیگه افتر. آه صفه. بیا کنم. بیا خون. بیا. بیا که در شده هم مدار میده. شما بیده بخیر سیگار بکشم. این کاره که تهرانی با شسته شد من بکنم. اصلا نمی جزی دارم خوب بگم. واو اینا رو کجا کشیدین؟ اینا رو کجا کشیدین؟ رومه هم قشنگ اینا. واو اینا حالا کجا؟ کجا فروختی نشون؟ نه مردن. چجوری مردن؟ این بزرگ است خیلی خیلی جالب. یه دفعه چش و دهن میاد برای فضا. بعد اینجا صورت ها چیز دارن؟ این گچشه. چیز بود توی این خانواده سلطنتی شاه جدا است. ها اون صورت دارن اصلا. این شاه نپسندیده مرسلا به خاطر اینکه جدا است یا نه فقط صورت رو فو هر که این جدا است و به شدت شنگش داره و با چکمه بسیار بزرگ با فیگور شاه مونستر ساختم. ملکه به شدت نگران است به طور که خودش به من گفت آماسس چرا من اینجور نگران ساختم. اصلا نگران مستره من اونها خانم برای این که شما تمام ناراحتی نکنید این است که پسرتون پادشاه نشه. واه به من گفت اعلیحضرت گفتم که مؤسس که آمد بگن چه ساخته و این رو بشکنه بریز دو برو خانم من مگرم نیستم که بچه همو بخورم مگرم خوله. شما این همه سرباز دارید دستور بودیم بیان بشکنه. اینه چه خوب انداز شما میکشن. اینه از اول انقلاب اگه مجسمه رو ملت میکیزیدم هم نکته باشتم ایستاد هم از ملک آوریان سازمان ملک
اینکه چیز شد شاه نپسندید دیگه دخل من آمده بود. چقدر خفنه. واو زنت الان چه جوری فضایی که تو ذهنتونه؟ من چی میخواد؟ من الان ریولت نشد به تمام چیزا شده. الان واقعا دگو از این مسکر، از این خون نمیدونم، آدم، درخت، هوا، همه چی دیشهر. من برای امامزاد کالباس خونده بودم، بعد او رفت و ترجمه به همه گفت، دیگه تمام تهران میگفتم خدایا هر چند نیستی ولی چرا به داد نمیرسی. بله خدا داستان شاهکار ناشناخته داستان تنی است. تنی پیوسته در تلاش تا خود به هنر مبدل شود. به بیان دیگر شکستی است عمدی برای هنرمندی که می‌داند رقابت با آفریدگار چه بهایی دارد. اینا رو که مجسمه ها رو چه کارم؟ مجسمه ها مقاید بخیر بخندی. اینا 40 بودن که من آورد. همین 20 خورده ای مانده. وقتی شما بگید بله من میخوام، اگر یه مشتری اتفاقی پیدا شد من نمیفروشم، اگر فروخته شده. گاوه یه جور خیلی بر من فاوستیه. خیلی من خیلی میناتور کشیدم. میناتور من موجودی جدا از دیگران است، بی نهایت زیبا است. توی این زیبایی در تاریخی بزرگش فرانهوفر به پوستن پربوس روی کرده میگوید بیایید چیزی بخوریم، من ژامبون دودی و شرابی روشن دارم، هرچند که روزگارمان تاریک است، اما برویم و درباره نقاشی گپ بزنیم. کلاژ همه دستتونه. برای کلاژ. کلاژ‌ها قیمت گذاشته؟ بله. کلاژ‌ها قیمت گذاشته؟ این کلاژ‌ها رو نه، اینا رو قیمت گذاشته. بله. هیچ نمیدونم. هیچ ایده ای ندارم. شما خواهی بگه عکس بگیری از اینا؟ عکس کلاژ‌ها رو نگیریم؟ نه شما خواهی ببین عکس بگیری چرا کنیم؟ نگرشون دارم. اکثر داشته باشی؟ نمیدونم کلا درست بگیه چی کار کن شما ما های ایده داشته باشید من یه مقدار شما آورد خوب کنی پاده دیگر هم بگر سیگار نده که درم نه قراره کسی ندیده؟ نه شما اولین هست کیون؟ یه دفعه شده اصلا دلتون هم نخواسته به کسی نشون بده؟ نه داره با بله؟ شما کاش که میذاشه عکس بگیره من نه نه بعد بهتون چیز نه من از این کار نان خورم درست مثل کفاش پینه دو
تا اونجا که به من پول میدن من کار میکنم. آقا یه وقت کار ما رو نه جانه من یا میفروشم یا نه میدارم خواستم داغونش کنم برای پوستریت من کار یه میاتور بود یه مردی با اون لباس دیو توی باق لباس سیاه و فانر سبز با گل و اینجا به دورش این شعر نوشته خیلی کار من بودم کنجی کتابی و سرودی غم را که نشان داد بلا را که خبر کرد وا فوق العاده باید دیدش باید دیدش خیلی دوستان در مورد این کارو بنویسم بله خیلی دوستان در مورد این کارو بنویسم میشد دکتر گفت دکتر شما زن داری اون گفت نه دست جاکلی نگره او بیا پیر زد جاکلی میگه من خجالت کشیدم از اتاق رفتم بیرون یه دفعه دکتر دنبالم گرفت که دوستم بارد مرد دالی هم قشن تو بیمارستان او گفتن که داره نمیره کشیش آمد تا کشیش آمد این از توی دفعه بلند شد فریاد از فورا ای خود پوتا بیرون مادر جنده به زحما مرگ من همیشه به عنوان یه عکت زندگی را بود این است که هیچ وقت من نمیترسم گمون میکنم این شاید تقریبا بزرگترین کار زندگی باشه به موقع تمام کردم یک ارتیست توجه میکنه باید بدونت همون اندازه وارد صحنه شدن مهم است که لحظه خارج شدنش این خیلی مهم است اگه برای من چنین اتفاقی بیفته ممکن است یعنی بدونم درست است که همیشه گول زندگی آدم وادار میکنه که بگه نخیر هنوز تمام نشدم توجه کردید ولی اگه آگاهی به این باشد که تمام شدن خودش آدم حس بکنه اون موقع گمان نمیکنم دیگر چلو کباب روزانه چندان جالب باشه همینگوی کارو خوبی کرد مرخوه مارکو گرگوریان؟ نه جانم مارکو جوجوی من مارکو گرگوریان چیشی؟ مارکو زیباترین پسر رومی بود حرامزاده بود مارکو عزیز من مارکو دیوانه فوتبال بود روز یک شنبه با تمام لباس های مخصوص روم و اینا رادنی بپرس چرا انقدر ماهی توی کارش ماهی تو میدین چرا انقدر ماهی توی کارش نمیشتا آقا ماهی بپرس چرا انقدر ماهی توی فکر کنم دعوامون کنه ولی به خاطر اینکه
کنیم من اومده به دولت کنیم من دو مترو هم فرسون میکنیم شما تا نمیشه دولت کنیم به چرکل بکنیم نه دولت شمشه خیلی مخصم چیز هم میتونی بینیه نه بگو الان مانیم برو نمیشه دولت یک دره نمیشه دو تا یک دره دولت بکنم نمیشه دو تا یک دره دولت بکنم یک دره تو بهش بگوی میخوایم بهشون دولت بدیم بعدا برمیترون بزن که چی بگم؟ دولت کنم شما ترجیح میدونی دولت یک دره شما دولت ترجیح میدونی؟ بلد؟ سفارشی اگه بخواد دو متری باشه دیپتیک میشه؟ دو متر در دو متر؟ هر سایزی که دو متری شما چیز کار میکنی نمیشه؟ من اندازه من یک متر نیم در یکه دو در یک کنیم چی؟ اونم میتونم سفارش ده ولی من قیمت فرق میخوام دارم آه راست بود تنکردی تنکردی دوه سهی؟ Saranno gli sciacalli, le iene e tutti quanti, gattopardi, leoni, sciacalli e pecore. Continueremo a crederci il sale della terra. Credo di non aver capito bene. Come ha detto? Niente, niente. Scusi, come ha detto? Non ho sentito. O stella, o fedele stella, quando ti deciderai a darmi un appuntamento meno effimero, lontano da tutto? Vieni a sapere ci va a farsi un bicchiere che me la bevevo ولی کلا چیزش درسته دیگه شیران و پلنگان و میرن جاشون شغال رو با میگه خیمان از برای همین گریه میکرد دیگه سر فیلم ویسکونتی چیزش همین خیلی عجیب شیرا و پلنگا میرن جاشون رو با میگه خب من همیشه چیز بود همیشه کسی سوال
واسمون بود همیشه. ولی تو دیدمتون این چند روزه اصلا نمیدونم عوض شد همه سوالام جواب داده شد. بارو جانم از تو خیلی ممنون. شانسمون بود که بریم. نه این تو افسانه نیما ایسی خیلی قشنگ افسانه شاعر میگه عاشق اینا سخنهای تو بود چه بسی حرف ها میتوان زد میتوان چون یکی لکه دود نقش تردید بر آسمان زد میتوان چون شبی بود خاموش مستست باشه دست ما هر بار که پوستن و پربوس این دو هنرمند نوقلم به دیدار فرانهوفر افسونگر می رفتند احساس می کردند که هنرشان در این جهان به جایی نخواهد رسید. این پیرمرد سپید چشم در چشم آنها ابرمردی خیال باز است که در عالمی ناشناخته سیر می کند. با هر چرخش قلمش هزار نقش آشفته در جان آدمی برمی انگیزد. آنها حاضر بودند دلبندترین ثروت خود را نثار کنند و شاهکار فرانهوفر را ببینند. لات کدومه؟ جان؟ لات لاتو هم اولیه دو پیکر کشتگی دیوانه دیوانه کدومیه؟ نه برای کتره همه پار نهستی موجود نه 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 این یکی که موشن شکلی یه فیلمی هست فرسمه فول دوشکیو نمیدونم دیدید یا نه دید صوفی دیگه صوفی مارس نماهیه نقاشه اول فیفی را که هیچ وقت حاضر نشدم بفروشم. فیفی از من هستم شما هستیش هیچ وقت حاضر نشدم چطور؟ بله چرا؟ بله خیلی چیز داریم مال من سی؟ نه بسته من سه کی؟ یه دیگه خوش خیلی شست و چهار هم بکنم این همه فیفی رو تمام همیشه با خودتون داشتیم؟ همیشه در تمام فروزنا شرکت کرد بردم نمیه تنها تاولو هسته زیره بقیرم زیره مثل چه خود دلیو نهارم اسم خیلی ایرانی که داره و مثل تاگاه شما خیلی ایرانی داره این فیفی از خوشحالی فریاد یعنی چیه درست همون فریادی که میگه مردم از خوشی که داره دروغ میگه مردم این دوتا کاره کیه؟ کار محمدی معلمه بخواییم نگرشون داریم توی کنار هم باشن خیلی خوب جدا جدا نشن دیگه نه اینا. همین شما میخواید نگه دارید میگید که شما همه رو میخواید تمام اینا
داریم آره همین فکر رو میکنیم. خیلی تمام اینا قیمت چقدر میشه؟ میشه 150 حدودا 150. چه تابلوها هم میخواد یا نمیخواد؟ حتما. خیلی الان من برای شما تمام قیمت ها رو دارم. من ماشین حساب دارم. من ماشین حساب دارم. عزیزم ببین. ببین خودکار دارم. نه دیگه. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو، ده، یازده تا حساب کن. فیفی همیشه داره داد میزن. بابا خودم اساسا باید بگیم خورد خورد چیزش پولشو بدیم اینا داره نمیدونم چه جوری مثلا ماهی بهش بدیم ماهی باشه حالا چیزی میتونیم با خودم ببریم حالا اینا رو همه رو باید صحبت کنیم باشه چون ما سفارش هرم داریم آره. مجسمه و کلاژا و کلاژا و نقاشی ها میشه مثلا یه چیز حدودا 500 تومن ولی بعد حالا ببینیم چجور میتونیم میرد حیوان در زندگی می میرد انسان در مرگ زندگی می کند حیوانی که در من است برایم عزیز است به من مؤسس امضای منم بذارید بله من خیلی میل دارم دختر با نجابت یک حیوان بمیرم خوبین؟ بله بله من خیلی خوب و احتیاج به چیز نیست به اسکانر نیست چه عالی؟ این خیلی خوب بعدا آنو فاکس فرستادم و اون چیزی که من متاثر شدم این بود که یک شعر بیانکینه که ترجمه کرده بود اما خیلی شعر از بیانکینه ترجمه کرد و من نوشتن و فرستادم دیگه خیلی توشه شدم به جان شما واقعا این کار میبایست یک کار خوبی بکنه و هیچ نو من این رو دارم فرجا خیلی زدم تو بیرون میای امروز یا منظر از شده تو گرما دیرتر بخوان یه قهوه بخوری میتونم بیان بری به یه فیلم تماشا کنم دیگه تمام قهوه نخوریم باش چی ببینیم این همه فیلم هایی که تو ندیدی باش ساعت 4 از اتوبوس که پیاده شدی خواه اون بستری فروشی یادتون هست بله بله دو تا بگی باش یکی فقط وانیل برای من خواه از همه یکی فقط لیمو لیمو اوکی برای تو باش خیلی خوب بس بعد از اون Thank you.
آن روز نکته‌ای توجهم را جلب کرد. یک تردید. تردیدی برای پیدا نکردن قرمز کارمن، ورمیلیون و یا ماژنتا. او در کلنجار با اثری ناممکن بود و من از آن بیخبر. ورمیلیون نداره. کارمن نداره. رنگایی که من به کار میبینم. ماجنتا نداره. من رنگای خودم میشناسم. بعد رنگ خاکستر پیش نماش. اولاق خاکستر نمیخره. رنگ خاکستر باید خلق کنه. دوربین کوچکی خواهم کاشت اینجا، این روبرو، تو اگر من رو بیرون راند اولین ضربه رو از دست ندهم. آیا تاش غلیظی خواهد بود؟ آیا بر سفیدی بوم غلبه خواهد کرد؟ کارکنان هتل لباس کاری برایش به هدیه آوردند. بابا، شما نمی‌خورید؟ بله. شما نمی‌خورید؟ نخورم. چی جوری رو بپرده موشه؟ آبا بخشی بریم بریم. نه خیلی. ها؟ چی جوری بوده؟ شاید شاید شما پوستشم بکنم. بله؟ آه پوستشم کمه. آه خوبه. شیره. از روزی که آتلیه برقرار شده من به دنبال رنگی برای پایان فیلم میگردم، او به دنبال لحظه قطعی است تا دست به ارتکاب عملی حقیقی زند. میتون رنگ خریدیم؟ دیروز آره باش حرف زدیم، میگفت خیلی اونجا هوا گرمه، شاید پنکه براش بد نباشه. اگه پنکه بخریم اونجا یه ذره خنک‌تر هواش بهتره، هوا رو عوض کنه. دیر ظرف دادیم باش نه؟ آره یه فکس داخل فرستاده بود. آره یه فکس فرستاده بود خوب نمیدارم حالش خوبه؟ یه جور نوشته که مثلا اگه به هر دلیلی این کار رو نتونستم تموم کنم به این 70,000 یورو پیشقسط تابلو میتونیم کار برداریم ازم، یعنی احیانا اینو تمومش نکردم. تنش هم یه دونه شعر نوشته برامونه از بیانکی، نوشته کمی شراب خانگی بریزش پیش از آن که آتش را به دور دست برد، لنگر کشیده شد بر عرشه بنوشید پیش از وداع با زندگی بنوشید، کمی شراب خانگی بر دکل بده با بهترین آرزوها و عمل محسن. چندی پس از دیدار پوستن پربوس با فرانهوفر، نقاش سال خورده در بند یکی از بحران‌های یأس عمیق خیش می‌افتد که به اعتقاد پزشکان به سوء هاضمه و گرما و به اعتقاد روح باوران از نارسایی طبع اخلاقی من ناشی می‌شد. در پایان این داستان، روزی که دو نقاش جوان برای دیدن پرده فرانهوفر می روند، هیچ نقش و صورتی بر روی بوم اون نمی بینند. چرا که پرده وی نمودار واقعیتی والا بود. فردای آن روز خبر می رسد که فرانهوفر پس از با آتش کشیدن همه آثار خود جان سپرده است. دم کنم آقای مهندس. شما به کارتا تا هر دقیقا مهاده ادامه بدید. یواش دم میکنم اونی. نه زود تمام نه خب با قرصه هشونی ما در بزنیم. اون چیزی که بیشتر میخوام قلمو و خارده کنیم. زن تقریبا خرید. صبح
ساعت 8 نیم؟ بله دیگه. یه باش باش بریم که قادش بریم. شب بخیر. خوب بخواهیم. امشب سایه مجسمه ها را یک به یک از تنشان جدا می کنم. با وسواس به کرات. در این هنگام صدایش را پشت سر می شنم. خانم شب. امورشید. او را می نگرم، نه با ترس نه با نگرانی، تنها با ستایشی بی مقدار به تماشایش کمچو یوز پلنگی قررش کنن به سوی مرد می شتافت می نشینم. آتش بشان خون مجال کلمه ای را نمی دهد و با نگاه می گوید تماشا چیه این؟ توی بگیرش. این واقعی ترین تصویری است که می توانستم به تو دهم. ژدانوف حتما مدالت را خواهد داد. Guardi, le tue nipoti del professor Moises sono in camera, se vuoi gliele faccio. Ma non te le fumo già. آه از داشتون پرسیدن گفتن نه پاسپورت میشون میخواد، ولی میگم هیچ کاری نکردم. برای شما برای اطمینان پاسپورت رو میذارید؟ پاسپورت رو سفارت رو سفارت بفرستم باطل کنن. پرونتو per fare cremazione perché qui non si può fare domani mattina alle 8 all'ospitario alla anziasala del verano lo vedremo lì prima di portarlo. Sì, sì, anche a me l'aveva detto, varie volte. Dopo la sua morte voleva che le ceneri fossero gettate a mare. Era importante, ci teneva. Era un suo desiderio. Qui? Aspetta. E dove lo spedite questa roba? Anche questa a Dubai? Guardi, signore, io non so nulla, perché non dobbiamo sapere nulla. Noi dobbiamo lavorare e basta. Fatta la foto più duro? Sì, sì, sì. Sì, sì.
آنچه که می‌بینید جای خالی نمای سواری است که از بیابان گذشته است. تأثیرات یک شاهد عینی که در یک دموکراسی دیکتاتوری زندانی حقوق بشر است به تماشایی دل به هم خورده یک نمایش بدی. نفره؟ حالا باید درست بسن؟ آه نفره، خیلی قشنگ است. خیلی خوب. یک تابلو سطحی محدود است، نامحدود را با وسایل محدود نشان می دهد. هنر آینده فی‌البداهه اجرا می شود بی هیچ پیغامی. این چیزها و خیلی چیزهای دیگر می توانند پدید بیایند اگر لتوئر سانگاژ از ادامه برنامه‌شان دست بردارد. بیهوده است آینده پر از فرشته فنقلی با کون صورتی رنگ مامانی وعده دهی، چرا که بچه ای که پدر یا پایش را در اثر بمب باهوش از دست داده است نمیتواند و نباید فراموش کند. تخم نفرت که پاشیده شد خواهد رویید. این رو آخر میزه وقتی فیلم تمام شد، دوباره دریا، بعد این میاد فهمت.